کتاب شهریار فایل چهارم فصل هشتم در باب کسانی که با دستهای آلوده به خون به قدرت میرسند. از دو راه دیگر نیز میتوان به شهریاری رسید که نه یک سره بازبسته به بخت است نه مردانگی. گمان نمی کنم که از پرداختن به این دو چشم میباید پوشید، اگرچه در باب یکی از آن دو در جستاری در باب جمهوری ها میباید گسترده تر سخن گفت. یکی از این دو راه آن است که مردی با تبهکاری و خونریزی به شهریاری رسد و دیگری آن که مردم یکی را از میان خود به شهریاری بردارند. در باب راه نخست دو نمونه به دست خواهم داد، یکی کهن و دیگری نو، بیان که در ماهیت آن سخنی گویم. و گمان می دارم که این دو نمونه کسانی را که بخواهند از این شیوه پیروی کنند بس باشد. آگوکلس سیسیلی نه تنها از میان عامه که از پایگاهی پست و فروده است به پادشاهی سیراکوز رسید. این مرد که فرزند یک کوزه‌گر بود در همه پست و بلند زندگی خیش عمر را به تبهکاری گذراند، اما در تبهکاری های خیش نیز چنان تیزهوش و چالاک بود که چون به صف سپاهیان پیوست کارش بالا گرفت تا آنکه به مقام پرایتوری سیراکوز دست یافت. و چون به این پایه رسید بران شد که شهریار شود و آنچه را که دیگران به دلخواه به وی واگذاشتند با زور و بیان که وامی به دیگران داشته باشد از آن خود کند. و حامیلکار کارتاژی را نیز که همراه سپاهیان او در سیسیل می جنگید در این کار با خود همراهی کرد. پس روزی مردم و سنای سیراکوز را به بهانه آنکه می‌خواهد برخی از امور آن جمهوری را با ایشان در میان گذارد گرد آورد، آنگاه به یک اشاره وی سربازان همه سناتوران و شهروندان توانگر را کشتند و با این کشتار شهریاری آن شهر را به چنگ آورد، بیان که هیچ کس را در برابر وی یارای ایستادگی باشد. و اگرچه دو بار کارتاژیان وی را در هم شکستند و سرانجام در شهرمندان گرفتند، نه تنها توانست از شهر دفاع کند که بخشی از سپاه را به دفاع از آن گماشت و خود با بخشی دیگر به آفریقا تاخت و در اندک زمانی شهرمندان را شکست و کار را بر کارتاژیان چنان تنگ کرد که ناچار با وی پیمانی بستند و سیسیل را به وی واگذاشتند و خود به سرزمین‌های آفریقایی خیش بسنده کردند. بنابراین اگر در کردار این مرد بنگریم، از یاری بخت با وی چیزی یا جز اندکی در کار نخواهیم دید و چنان که دیدیم توانست بیان که کسی به یاریش بشتابد با رویارویی با هزاران گرفتاری و خطر گام به گام از سپاهیگری به مقامی والا رسد و پس از آن نیز با رویارویی با خطرهای بسیار آن مقام را نگاه دارد. ولی کشتار همشهریان و فریب دادن دوستان و نیرنگ بازی و سنگدلی و پیمان شکنی را مردانگی نمیتوان نامید. با چنین شیوه ها اگرچه به قدرت پادشاهی دست میتوان یافت اما به بزرگی نمیتوان رسید. اما اگر دلیری آگوکلس را در فرو شدن در دل خطرها و برآمدن از آنها و نیز چالاکی ذهنش را در رویارویی با دشواری ها و چیرگی بر آنها در نظر آوریم، نمیتوان وی را فرو دستر از هیچ سردار بلند پایه شمرد. با این همه خونخاری آگوکلس و جنایت‌های بیشمارش وی را از شمار مردان بزرگ بیرون می‌نهد. دستیافت‌های وی را نه از اثر بخت بلند می‌توان شمرد نه از مردانگی. به روزگار ما در زمان پاپی الکساندر ششم مردی بود به نام اولیوروتو اهل فرمو که در خردی پدر را از دست داده و عمویش جوانی فولیانی وی را بار آورده بود و هنوز نوجوان بود که عمویش او را برای سپاهیگری به پاولو ویتلی سپرد تا نزد وی پرورش یابد و به جایی رسد. با مرگ پاولو، اولیوروتو به سپاه ویتلوتسو برادر پاولو پیوست و از آنجا که تیزهوش بود و دلاور در اندک زمانی به سرداری رسید و نامبردار شد. اما فرمان بردن از دیگران در نظرش ارجی نداشت. از این رو بران شد که به دستیاری برخی از شهروندان فرمو که بیشتر خواستار بندگی وطنشان بودند تا آزادی آن و با همرأی و همراهی ویتلی
آن شهر را به چنگ آورد. پس به عموش جوانی فولیانی نامه نوشت و در آن گفت که با چند سال دوری از خانومان آرزوی دیدار او و شهر خیش را دارد و نیز قصد رسیدگی به ملک پدری خود را، و افسود که وی در این مدت جز در راه رسیدن به سربلندی نکوشیده و برای آنکه همشهریانش ببینند که وقت خود را بیهوده نگذرانده است، بران است که با موکبی از 100 سوار با دوستان و خدمتکارانش با سربلندی به شهر درآید و از جوانی درخواست که اسبابی فراهم آورد تا مردم فرمو از وی چنان پیش بازی کنند که مایه سربلندی جوانی باشد که پرورنده وی بوده است. جوانی نیز آنچه از دستش برمی آمد برای برادرزاده خیش کرد و اهل فرمو را به پیشواز آورد و وی را به خانه خیش فرود آورد. چون چند روزی گذشت، اولیوروتو که در اندیشه نقشه ناجوان مردانه خود بود، بزمی با شکوه برپا کرد که جوانی، فولیانی و همه بزرگان فرمو را بدان فرا خوانده بود. پس از برگزاری پذیرایی و سور، اولیوروتو به نیرنگ در باب مطالبی فتنه انگیز سخن به میان آورد و از بزرگی پاپ الکساندر و پسرش چزاره و کارهایشان سخن راند که جوانی و دیگران در مخالفت به وی پاسخ گفتند. اما چون سخن به اینجا رسید، یک باره برخاست و گفت که در این باره در خلوت سخن می باید گفت و به اتاقی دیگر روانه شد. جوانی و دیگر مردم شهر از پی وی روانه شدند. هنوز ننشسته بودند که سپاهیان از کمین به در آمدند و جوانی و دیگران را از دم تیغ گذراندند. پس از این کشتار، اولیوروتو بر اسب نشست و در خیابان‌ها به راه افتاد و کاخ شورای شهر را در میان گرفت. شورا از ترس به وی گردن نهاد و رأی به برپایی حکومتی داد که اولیوروتو در آن به شهریاری رسید. او سپس همه آنانی را که گمان می‌رفت خیالی در سر داشته باشند به خاک افکند و با برپا کردن دستگاه اداری و سپاهی تازه خود را آسوده خاطر کرد، چنان که در یک سالی که وی بر تخت شهریاری بود، نه تنها فرمو آرام بود که همسایگان آن شهر نیز از وی هراسان بودند. اولیوروتو اگر فریب چزار بورجا را نمی خورد و به دام وی نمی افتاد، چه بسا کار او نیز همچون آگاوکلز بالا می گرفت و برافکندنش مانند برافکندن آگاوکلز کاری دشوار می بود. چنان که گذشت، چزاره در سینگالیلا برای خاندانهای اورسینی و ویتلی دام نهاد و اولیوروتو را نیز به آنجا کشاند و سرانجام آنگاه که یک سال از کشتار کسانش می گذشت، وی را همراه ویتلوتسو که آموزگار او در مردی و نامردی بود خفه کردند. شگفت این است که کسانی همچون آگاوکلز با آن همه خیانتها و تبهکاریها در کشور خیش جان به در میبرند و میتوانند پوزه دشمنان بیگانه را به خاک مالند و از شهروندان کسی دامی برای ایشان نمینهد، حالان که بسیاری دیگر که با تبهکاری به قدرت رسیدند نتوانستند فرمان روای خیش را در زمان صلح نیز نگه دارند، تا چه رسد به روزگار آشفته جنگ. به گمان من مسئله بستگی به آن دارد که سخت کشی چگونه باشد، درست به کار بسته شود یا نادرست. آنگاه میتوان گفت که سخت کشی به درستی انجام شده است، اگر بتوان از شرارت با این زبان سخن گفت که با یک ضربه به انجام رسد و بیمی از کسی بر جای نگذارد و پس از آن نیز دنبالگیری نشود مگر برای آسایش رعایا. و سخت کشی نادرست آن است که خورده خورده انجام شود و با گذشت زمان به جای کاهش فزونی گیرد. آنانی که روش نخست را در پیش می‌گیرند می‌توانند به یاری خدا یا بشر کم و بیش قدرت خود را استوار کنند، چنانکه آگاوکلز کرد. اما آنان که از راه دیگر می‌روند، دشوار است که کامیاب برآیند. پس می‌باید یادآور شد که کشور ستان می‌باید همه زخم‌هایی را که بایست زد بر خود روشن کند و ضربه را چنان یک باره و کاری فرود آورد که هر روز نیاز به از سر گرفتن آن نباشد و بدین سان با آسوده کردن خاطر مردم و نواختن ایشان بتواند دلهایشان را به دست آورد. آن کس که جز این کند، خواه از بیمناکی یا سرگشتگی، همواره میباید تیغ بر کف باشد و از رعایای خیش بیمناک، چرا که مردم پیوسته از وی ستم میبینند و در سایه‌اش آسوده نمیزیند. زخم را
یک باره می باید زد تا درد آن اندک اندک از یاد برود و نیکی را خورده خورده می باید کرد تا مزه آن بیشتر در یاد بماند. و بالاتر از همه شهریار می باید با مردمان خیش چنان سر کند که هیچ پیش آمدی چه خوب چه بد رفتار وی را دگرگون نکند، که درشتی پیشه کردن در روزگار سختی کاری است دیر و بیهنگام و نرمی پیشه کردن نیز کاری است بیهوده، زیرا وی را ناگزیر از آن می‌دانند و از او سپاسگزار نخواهند بود. فصل نهم، در باب شهریاری مردمی. و اما اکنون به موردی دیگر می‌رسیم، و آن اینکه یکی از شهروندان نه با تبهکاری یا هیچ گونه سخت کشی که به خواست همشهریانش به شهریاری میهن خود رسد. این را میتوان شهریاری مردمی نامید که برای رسیدن به آن نه چندان به مردانگی نیاز هست نه به بخت، بلکه برای آن زیرکی بس است. حال باید گفت که به این گونه شهریاری یا به خواست مردم میرسند یا به خواست سالاران، زیرا این دو گروه در همه شهرها دیده میشوند و همه جا مردم در پیانند که از سروری و زورگویی سالاران رها شوند و سالاران در پی سروری بر مردم و زورگویی به آنانند. و از این دو خواسته گوناگون در شهرها یکی از سه حالت پدید می آید: شهریاری، آزادی یا بی سروری. مردم و سالاران هر یک که فرصت یابند شهریاری از آن خیش بنا می کنند. سالاران هرگاه ببینند با مردم بر نمی آیند یکی را از میان خود بر می کشند و به شهریاری می رسانند تا در پناه قدرت او به خواسته های خود برسند. مردم نیز هرگاه ببینند که با سالاران بر نمی آیند یکی را از میان خود بر می کشند و به شهریاری می رسانند تا در سایه او بیاسایند. نگاه داشت شهریاری برای آن کسی که به یاری سالاران به شهریاری رسد دشوارتر است تا آن کس که به یاری مردم به شهریاری می رسد. آن که به یاری سالاران به شهریاری رسد خیشتن را در حلقه کسانی می یابد که خود را همتایان وی می شمارند و از این رو نمی تواند به دلخواه ایشان را فرمان دهد و سامان بخشد. اما آنکه به یاری مردم به شهریاری رسد خود را بی همتا می بیند و کسی نیست یا کمتر کسی هست که از وی فرمان نبرد. افزون بر این سالاران را بی آزار رساندن به دیگران و زورگویی به ایشان خرسند نمی توان کرد، اما مردم را می توان، زیرا خواسته های مردم نجیبانه تر است از سالاران، از آن رو که سالاران در پی زورگویی اند حالان که مردم جز این چیزی نمی خواهند که زور نشنوند. و نیز باید افزود که شهریار در میان مردمی که به وی کینه ور باشند آسوده نمی تواند زیست، زیرا مردم بسیارند ولی از دشمنی سالاران اندیشه نمی توان کرد که اندک شمارند. شهریاری که دشمنی مردم را برانگیخته باشد بدترین چیزی که از ایشان چشم می تواند داشت آن است که مردم او را تنها گذارند. اما اگر سالاران دشمن شوند نه تنها وی را تنها خواهند نهاد که سر به نافرمانی برخواهند داشت. سالاران دوراندیشترند و زیرکتر و به هنگام برای نجات خود به پا می‌خیزند و همیشه به هواداری کسی برمی‌خیزند که بخت بیشتری برای برد داشته باشد. و نیز شهریار ناگزیر است همیشه با همین مردم سر کند، اما سالاران را می‌توان از سر باز کرد، زیرا هر روز می توان ایشان را افزود و کاست و به دلخواه برکشید یا فرو کشید. برای روشن‌تر کردن این جستار می گویم که در سالاران به دو گونه می باید نگریست: یا سرنوشت خود را به سرنوشت شما پیوند می زنند یا نمی زنند. آنانی را که به شما می پیوندند و اهل چپاول نیستند می باید بزرگ داشت و نواخت، و آنانی را که جز این می کنند بر دو دسته می باید کرد: نه پیوستن ایشان یا از ترسانی و بیشهامتی فطری است که در این صورت می باید به کارشان گرفت و از ایشان بهرمند شد، به ویژه کسانی را که می توانند رایزنانی شایسته باشند، چه تا زمانی که روزگار سازگار است اینان شما را بزرگ خواهند داشت و در روزگار ناسازگار نیز از ایشان هراسان نمی باید بود. اما اگر به دلیلی خاص و از سر بلند پروازی است که سر نمی سپارند، نشانه آن است که اینان بیشتر غم خیش می خورند تا غم شما را. شهریار می باید نگران چنین کسانی باشد و از ایشان همچون دشمنان آشکار خیش هراسان باشد، چرا که در روز ناسازگاری بخت به نابودی وی یاری خواهند کرد.
و اما آن که به یاری مردم به شهریاری رسد می باید در نگاه داشت دوستی ایشان بکوشد و این کاری است آسان، زیرا مردم جز آن نمی خواهند که بر ایشان ستم نرود. اما آن که به رغم خواست مردم و به خواست سالاران به شهریاری رسیده است می باید نخست در آن کوشد تا دل مردم را به دست آورد و اگر ایشان را در پناه گیرد به آسانی با خیش بر سر مهر خواهد آورد. هنگامی که مردم از شهریاری که چشم آزار دیدن از وی را دارند نیکی ببینند، بیشتر زیر بار منتش خواهند رفت و به وی سرسپرده تر از شهریاری خواهند شد که می توانست به یاری ایشان به پادشاهی رسد. برای به دست آوردن دل مردم راه‌های بسیار هست و از آنجا که هر وضعی را روشی در خور است و هیچ قاعده‌ای در کار نیست که در خور هر وضعی باشد، از پرداختن به آن در می‌گذرم. اما باز می‌گویم که دوستی مردم برای شهریار ضرور است، وگرنه در روزگار ناسازگار پناهی نخواهد داشت. نابیس شهریار اسپارت توانست تاخت و تاز تمامی یونان و همچنین یکی از پیروزمندترین سپاه‌های رومی را تاب آورد و از کشور و تاج و تخت خیش چنان که باید دفاع کند. تنها کاری که او هنگام بالا گرفتن خطر کرد آن بود که کار تنی چند را بساخت، اما اگر مردم با وی یار نمی بودند از آن تاخت و تاز جان به در نمی برد. کسی را با این ضرب المثل که زبان زد همگان است خلاف نیست و من نیز برانم که هر که تکیه بر مردم زند تکیه گاهش بر آب است. اگر شهروندی ساده پایه کار خود را بر مردم گذارد و گمان کند اگر روزی دشمنان در کمینش باشند یا در چنگال قاضی گرفتار آید مردم وی را نجات خواهند بخشید، سرانجامش جز این نخواهد بود. چنین کسی چه بسا سرانجام روزی مانند گراکوسیان در روم و جناب جورجو اسکالی در فلورانس به خطای خیش پی خواهد برد. اما اگر شهریاری تکیه بر مردم زند، شهریاری دلیر و شایسته فرماندهی که در روز سختی خود را نبازد و اندیشه همه چیز را کرده باشد و با شور و با استواری خود در مردم شور برانگیزد، مردم هرگز وی را وا نخواهند نهاد و خواهد دید که تکیهگاه خیش را بر پایه استوار نهاده است. این گونه شهریاری ها هنگامی با خطر روبرو می شوند که بخواهند حکومت مردمی را به حکومت خود کامه بدل کنند، زیرا چنین شهریارانی زمام حکومت را یا خود به دست می گیرند یا به دست کارگزاران می سپارند. در صورت دوم حکومتشان ناتوان تر است و بیشتر در خطر، زیرا یکسره وابسته به نیت کسانی است که به کارگزاری رسیدند و به ویژه روزی که کار دشوار شود با توطئه‌گری یا نافرمانی می توانند به آسانی شاه را سرنگون کنند و چون خطری پیش آید شاه فرصتی نخواهد داشت تا قدرت مطلق را به دست خود گیرد، زیرا شهروندان و رعایا که به فرمانبری از کارگزاران خو گرفتند در آن هنگام گوش به وی نخواهند سپرد و در روز حادثه کمتر کسی را خواهد یافت که به دو پشت گرم تواند بود. چنین شهریاری نمی باید قیاس کار را از روزگاران آرامش بگیرد، یعنی روزگارانی که شهروندان همگی به حکومت او نیازمندند. در روزگاری که خطری در پیش نباشد همه در دلجویی از او میکوشند و به وی سر میسپارند، وانگاه که از دسترس مرگ به دور باشند همه به زبان در پایش جان فدا میکنند. اما در روز گرفتاری که حکومت به شهروندان نیازمند است جز مشتی اندک را نخواهد یافت که به خطر تن در دهند، و خطرناکتر از همه این که این آزمون خطرناک را جز یک بار نمیتوان کرد. از این رو شهریار خردمند می باید چنان روشی در پیش گیرد که شهروندانش همیشه و در همه حال به او و دولتش پشت گرم باشند و آنگاه همواره به او وفادار خواهند بود. فصل دهم در باب ارزیابی قدرت شهریاری ها. هنگام پژوهش در ویژگی های این شهریاری ها یک اصل دیگر را نیز می باید فراچشم داشت، و آن اینکه آیا شهریار را چنان قدرتی هست که در روز نیاز بتواند به خود تکیه کند یا آنکه همواره میباید دست نیاز به سوی دیگران دراز کند. برای آنکه این نکته به خوبی روشن شود میگویم به گمان من کسانی میتوانند به خود تکیه کنند که چندان که باید مرد جنگی در سپاه یا زر در خزانه داشته باشند، و
و چنان سپاهی توانند آراست که با هر دشمنی برآیند. و کسانی را نیازمند دیگران می‌دانم که نمی‌توانند در میدان با دشمن رویارو شوند و می‌باید از پس باروها از خیش دفاع کنند. از نخستین سخن گفتم و باز به جای خیش از آن سخن خواهم گفت و در باب دومین چیزی جز آن نمی‌توان گفت که چنین شهریارانی می‌باید شهرهای خیش را استوار دارند و باروبندی کنند و به هیچ روی در اندیشه دفاع از روستاها نباشند. هرگاه شهریاری شهر خیش را نیک باروبندی کرده باشد و به کار رعایای خیش آنچنان که گفتم و باز خواهم گفت رسیده باشد، هر دشمنی در تاختن به وی پروا خواهد کرد، زیرا مردم از درفکندن خیش به ماجراهایی که گرفتاری های آشکار دارد روی گردانند و حمله بردن به شهریاری که شهرش باروبندی نیک دارد و مردم از وی بیزار نیستند کاری آسان نیست. شهرهای آلمان از آزادی کامل برخوردارند و هر یک قلمرو کوچک دارند و از امپراتور هرگاه که بخواهند فرمان میبرند. اینان نه از وی پروا دارند و نه از هیچ قدرتی در همسایگی خود. شهرهای خود را چنان باروبندی کردند که هر کس میداند گشودن آنها چه کار دیرانجام دشواری است، زیرا همگی خندقها و باروهای نیک دارند و توپخانه کارآمد و همواره در انبارهای دولتی خوردنی و نوشیدنی و سوخت برای یک سال انباشتند. افزون بر اینها، برای آنکه عامه مردم در آسایش باشند و باری بر دوش دولت نباشند، برای سراسر سال همواره اسباب کار حرفه‌هایی را گرد می‌آورند که زیستمایه مردم را فراهم می‌کنند و رگ و پی زندگی شهر به شمار می‌روند. ورزش های نظامی نیز نزد ایشان جایی ارجمند دارد و برای برپا داشتن آن آیین نامه های بسیار دارند. بنابراین شهریاری که شهرش باروی استوار داشته باشد و مردم از وی بیزار نباشد، از بیرون بر او نخواهند تاخت و اگر بتازند نیز میباید با سرفکندگی پای پس کشند، زیرا کار جهان را قراری نیست و نمیتوان با سپاهی یک سال تمام پیرامون شهری اردو زد بیان که در آن خللی افتد. و اما چه بسا بگویند که اگر مردم بیرون باروی شهر ملکی داشته باشند و ببینند که در آتش دشمن می سوزد، آرام نتوانند نشست و دراز شدن شهر بندان و دلبستگی ایشان به دارایی خیش سبب خواهد شد که وظایفشان را در برابر شاه به فراموشی بسپارند. پاسخ من این است که شهریاری نیرومند و دلاور بر همه این دشواری ها چیره خواهد شد، گاه با امید بخشیدن به فرمانگزارانش با گفتن اینکه این روزگار سیاه دیر نخواهد پایید و گاه با ترساندنشان از سنگدلی دشمنان و نیز گوشمال دادن زبان درازان. گذشته از این، دشمن بیگمان همین که سر رسد روستاها را خواهد سوخت و ویران خواهد کرد، یعنی زمانی که هنوز آتش دفاع از شهر در دل مردم زبانه می کشد. از این رو شهریار نمی باید نگران این باشد، زیرا آنگاه که این آتش سرد شود، آنچه باید از دست بشود شده است و دیگر چاره ای نمی توان کرد. پس رعایا با شهریار خیش یک دلتر خواهند بود، زیرا حال که خانه هاشان سوخته و زمین هاشان در دفاع از او لگد کوب شده است، شهریار نیز ناگزیر بیشتر زیر بار منت ایشان است و سرشت بشر چنان است که نیکویی کردن به دیگران همان اندازه ایشان را زیر بار منت می‌برد که نیکویی دیدن از دیگران. بنابراین با در نظر داشتن همه این نکته‌ها، برای یک شهریار خردمند تا زمانی که همه چیز را پیش بینی کرده و همه وسایل دفاع را فراهم آورده باشد، دمیدن روح ایستادگی در رعایا در تمام درازای شهربندان دشوار نیست. فصل 11 هم در باب شهریاری دینیاران. اکنون تنها گفتاری در باب شهریاری دینیاران مانده است. در این کار دشواری ها همه پیش از دستیابی به قدرت رخ می نماید و این گونه شهریاری را یا به بازو می گیرند یا به یاری بخت، اما برای نگاه داشت آن به هیچ یک از آن دو نیازی نیست، زیرا نهادهای دینی که قدرتی بیمانند دارند نگهبان آنند و شیوه رفتار و زندگی فرمانروا در آن اثری ندارد. تا
تنها این گونه شهریارانند که کشوری دارند اما از آن دفاع نمی کنند و رؤایایی دارند بیان که به کار آنان رسیدگی کنند و اگرچه از کشورشان دفاع نمی شود کسی نیز آن را از ایشان نمی ستاند و رؤایا نیز از این غمی ندارند که سایه حکومتی بر سرشان نیست، زیرا نه توانایی سرنگون کردن این حکومت را دارند نه امید آن را. پس تنها این گونه شهریاری ها ایمن و شادگامند. اما از آنجا که قدرت هایی نگهبان ایشان است که عقل بشر را یارای دسترسی بدانها نیست، درباره شان بیش از این سخن نخواهم گفت. سخن گفتن درباره دولتی که خدا برافراشته و در کنف حمایت خیش داشته است گستاخی و سبکسری است. اما چه بسا کسی از ما بپرسد پس چه شد که کلیسا به چنین قدرت بزرگ زمینی دست یافت؟ همان کلیسایی که تا روزگار الکساندر هیچ سالار ایتالیایی و نه تنها هیچ سالار که کوچکترین بارون و بزرگزاده نیز آن را به چیزی نمی‌شمرد و اکنون پادشاهی چون پادشاه فرانسه در برابر آن به لرزه می‌افتد و نیرویش فرانسه را از ایتالیا بیرون رانده و پوزه ونیزیان را به خاک مالیده است. اگرچه این داستانی است که همه از آن باخبرند، اما بازگفتن آن را بیهوده نمی‌دانم. پیش از آن که شارل پادشاه فرانسه به ایتالیا گام نهد، این کشور در دست پاپ، ونیزیان، پادشاه ناپل، امیر میلان و فلورانسیان بود و اینان دو نگرانی اصلی داشتند. یکی آن که هیچ جنگاور بیگانه به ایتالیا پا نگشاید، دیگر آن که هیچ یک از این قدرت‌ها بر قلمرو خود نیفزاید. و از همه بیش نگران پاپ و ونیزیان بودند. برای بازداشتن ونیزیان همدستی اینان با یکدیگر ضروری بود، چنان که در دفاع از فررا کردند و برای فروداشتن پاپ بارونهای روم را به کار داشتند که بر دو دسته بودند، یکی دسته اورسینی و دیگری کلونا که میانشان نیز کشاکش بود، اما همیشه با سلاح پیش روی پاپ بودند و پاپ را ناتوان نگاه می داشتند. و اگرچه گهگاه پاپی دلاور همچون سکستوس برمیخواست، با این همه نخردمندی پاپ ها میتوانست ایشان را از چنگال آن گروه برهاند نه بخت بیدارشان. و علت اصلی آن کوتاهی عمرشان بود، زیرا در 10 سالی که میانگین دوران پاپی است پاپ به دشواری میتواند یکی از این دو دسته را به خاک نشاند. و تازه اگر پاپی اسباب نابودی کلونا را فراهم میکرد، پاپی دیگر میامد که دشمن دسته اورسینی بود و کلونا را باز بر سر جای خیش می نشان و اونیز امان نمی یافت تا کار اورسینی را یک سر بسازد. این بود که قدرت زمینی پاپ به چیزی گرفته نمی شد. اما چون نوبت به الکساندر ششم رسید، وی بیش از هر پاپی که تا کنون بوده است نشان داد که اگر پول و جنگ افزار فراهم باشد چه کارها که از دست پاپ بر نمی آید. امیر والنتینو در این کار دست راست او بود و تاخت و تاز فرانسویان فرصت را برای وی فراهم کرد و همه آن کارهایی را کرد که پیش از این به نام کرده های امیر از آنها یاد کردم. اگرچه نیت پاپ بالا بردن امیر بود نه کلیسا، با این همه کرده هایش بر قدرت کلیسا افزود و کلیسا پس از مرگ وی و نابودی امیر میراث بر کوشش های او شد. آنگاه نوبت به پاپ یولیوس رسید. وی کلیسا را قدرتمند یافت و رومانیا را از آن کلیسا و بارونهای رومی را به خاک نشسته دید و دار و دسته ها را از اثر گوشمال الکساندر در هم شکسته. یولیوس نیز راهی برای انباشتن ثروت پیش رو دید که پیش از الکساندر در کار نبود. او نه تنها آن کارها را دنبال کرد، بلکه روش های آن را نیز بهبود بخشید. وی سر آن داشت که بولونیا را به چنگ آورد و ونیزیان را در هم کوبد و فرانسویان را از ایتالیا بیرون راند و در همه کارها کامیاب بود و بسی بر قدر خیش افزود و هرچه کرد به نام کلیسا و برای نیرومندتر کردن آن کرد، نه برای هیچ کس. وی دسته های اورسینی و کلونا را همان گونه خار نگاه داشت و اگرچه میانشان کسانی هنوز خیال فتنه در سر داشتند، با دو چیز ایشان را از این خیال باز می داشت. یکی قدرت کلیسا که هراس در دلشان افکنده بود و دیگری پیشگیری از این که کاردینالی از خود داشته باشند. از آنجا که این کار سبب آشوب می شد، زیرا هرگاه این دسته ها
کاردینال هایی از خود می داشتند به جان هم می افتادند و این کاردینال ها آتش فتنه را چه در روم چه در بیرون آن در میان خود می افروختند و بارون ها می بایست هر یک به پشتیبانی دسته خود برخیزند و بدین سان جاه طلبی سران کلیسا بارون ها را به جان هم می انداخت. اکنون که حضرت پاپ لئو مقام پاپی را در اوج قدرت به دست گرفته است، همان گونه که پیشینیان وی این قدرت را به تیغ تیز گرفتند، امید است که او نیز از برکت نیک نهادی و نیکویی های بیشمار دیگر خیش صد چندان بران بیافزاید.